اینجا در استودیو همچنان مهمانای عزیزی داریم، خانم استاد بهاره احمدی و رازیه قربانی، دو تن از بانوان خلاق و با استعداد ما که در هنر نقاشی خلاقیت هایی دارن و اینجا همچنان شما میبینید و بیشتر با خودشان صحبت خواهیم کرد. استاد احمدی خیلی خوش آمدیم با برنامه، صبح شما بخیر. سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون رای فردا، امید که جور صحت مند باشین. بهار احمدی هستم، استاد آموزشگاه نقاشی مولانا. بسیار عالی، خرسند هستیم خانم احمدی که امروز حضور شما رو در برنامه داریم. رازیه جان هم صبح بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام به شما و بینندگانتان، امیدوارم در جای هستین جور سلامت باشین. و رازیه قربانی هستم، یک از دانش آموزان نقاشی مولانا. بسیار عالی، خرسند هستم که خودت را همچنان امروز در برنامه داریم. جدا از این مسائل، ما همچنان امروز مسئول با خود ما داریم، مسئول کارگاه آموزشی نقاشی و خطاطی. دوست دارم از فعالیت هایتان نخست بشنوم خانم احمدی، که چه چیزی باعث شد، انگیزه از کجا پیدا شد که بیاین خودتان یک کارگاه آموزشی را برای سایر دختران فراهم کنید؟ در قدم اول، از وقتی که مکاتب برای دخترها بسته شدن، بیشتر دخترها افسردگی پیدا کردن، بعضی از مشکلات های دیگه. به این خاطر من خواستم یک وسیله شوم برای بانوی افغانستان تا که بتونم که کمک کنم و یک همکار باشم. بله، بسیار خوب. زمانی که یک فرد کاری را میخواد شروع کنن، نیاز به یک انگیزه هم داره. بله. یک انگیزه ای که میتونه فرد را موفق تر بسازه. کیها تشویقتان کرد در این راه که باید همچین کاری را انجام بدی؟ پدر و مادرم و یک دوست بسیار خوبه. خب در قسمت نقاشی اگر مشخصا بگیم، چه مدت میشه که شما کار کردین و کار میکنین یا هم شاگرد دارین در بخش؟ ما چهار سال کار کردیم و مدت یک و نیم سال میشه ما در بعضی از جاها درس دادیم و مدت یک سال میشه ما استاد هستم. خب در نقاشی از رنگ های زیاد استفاده میشه و انواع زیاد داره، پینسلی میشه و روغنی میشه و همچنان زغالی، شما از کلشان استفاده میشه دیگه؟ بله. بله، بسیار خوب. خانم احمدی، میخوایم این سوال را از شما داشته باشم که مراحل نقاشی را دوست دارم که پشت سر هم بر ما نام بگیرین تا که یک فرد نقاش شد. اگر یک شخص بخواد مثلا نقاشی را شروع کنه، بخش پنسل است، زغال است، پنسل رنگ است، رنگ روغن است که باید اینا کلشان پشت سر هم کار شد. بله. تا یک فرد بتانه که نقاشی خوبی بکشه. رازیه هم بر ما صحبت داشته باشه که چه چیزی باعث شد رازیه رو بیاره به دنیای رنگ ها. خاطر رازیه والا که بودک خیلی شوق داشتم در رسامی، بخش هنری چیزا، بعد از وقتی که مکتب بسته شد باز ما دمزی علاقه خود مادون در کارس رسام. بسیار عالی. ما ماشاءالله هنرهای زیادی داریم که دختر خانوما در هر کدامشان دست والایی داره. خود دیگه هم نقاشی رو انتخاب کردید، درست؟ بله. خب نقاشی رازیه جان هم در کنار ما هست، بر دوستا نشان بدم، دوستا هم بیشتر آگاهی پیدا کنن و بعد صحبت های دیگری را خواهیم داشت. آقای جویا، شما هم لطف کنین از یک طرف تصویر بگیرین که رازیه درباره صحبت داشته باش. بخاطر ازی یک شاعر خیلی موفقه دیگه، بخاطر ازی که نام کورس اسم مولانا، بخاطر ازی کار کردن همراه پنسل رنگ نو کار شما. پنسل رنگ یعنی مدت کارشم تقریبا دو هفته قصیات کشید. دو هفته طول کشید تا این تصویر زیبا کشیده شد. ترکیب رنگ ها چقدر میتونه در نقاشی مهم باشه؟ امی ترکیب رنگ هایی که نقاشی از شجار میشه. دقیقا، خیلی زیبا کشیدی. یک رنگ های خیلی زیبایی را هم رازیه جان کار کردن، رنگ های مخصوص هست، درست؟ بله، بسیار عالی هم کشیدی. خب فعلا خودت در رنگ رسیدی؟ نه، در رنگ روغن، این تازه یک رنگ روغن رو کار رنگ روغن رو شروع کردم. یعنی استاد کار خانم قربانی که هم شاگردتون باید کدام مرحله رسیده فعلا؟ رنگ روغن خیلی ماشاءالله لایق هستن، با استعداد هستن. ماشاءالله. یعنی پایه چندم میشه، سنف چندم میشه، یعنی مرحله اول، دوم، سوم، کدام مرحله به بخشش؟ مرحله آخر است دیگه. آخر، یعنی تمام کردن. بله. خب ما وقتی بخوایم در آموزشگاه بیاییم از کجا باید شروع کنیم؟ اول نقاشی باید از کدام اشکال چی باشه از کجا باید شروع کنیم؟
اول از خطوط شروع میشه، خطوط. از بعضی از خطوط ها. بله. مرحله بعدش بخش اشیا میشه. اشیا. همه اینا پنسیل هست یعنی. بله. مرحله بعدش که زغالی میرسن. بله. بعد باید از زغالی باید چیا نقاشه شون؟ باید در این بخش چهره همین چیزا باشه تا که درست بخش نور و جایی که تاریک است مشخص باشه. بله بسیار خوب. خانم احمدی، تابلوهای از شما هم در کنار ما هست که نمونه های نقاشی هایتان را بر ما آوردین. صحبت داشته باشین نخست در رابطه به همین تابلو که چه وقت کشیدین؟ اینا کارهای اول مستن تقریبا از 4 سال پیش. خب و تصویر بعدی هم دوستا شاتش را بگیرن؟ این تصویر بعدی را اگر بگیرن و درباره تشریح هم داشته باشین استاد که نشانه دیست کدام معنای خاص داره چرا خواهم؟ اینا با من خیلی ارزش داره چون که بار اول که من نقاشی شروع کردم از همین چیزا بود و بسیار دوست دارم. کارهای اول خودتان بود؟ بله. بله بسیار عالی. تصویر بعدی هم که یک دست هست و قیچی هم در دست گرفته. این میخواهی بله. چرا قیچی کنه این دست؟ میخواهی کنم چیز فتح کنه. خب اینا چقدر زمان برد اینا هر دسته که شما با هر شکلش که کشیدین؟ اینا هر مدل ما تقریبا 3 روز درست. 3 روز درست. بسیار خوب. خب از طرف به یه هم صحبت داشته باشین خانم احمدی که در کارگاه آموزشیتان چه تعداد شاگرد دارین؟ بیشتر دختر خانم ها هست یا آقا پسر ها؟ بیشتر خانم ها هستن. خانم ها هست. بله. به نظر شما چقدر دختر خانم ها میتونن در نقاشی ماهرتر باشن؟ حالا جدا از هر مسائل، خب طبعا که دخترها هم ست کردن رنگ ها را و رنگ ها را بیشتر از آقا پسر ها خب میفهمه که کدام رنگ با کدام رنگ خوب است که حالا آقای جیا بر نخوره که چطور بچه ها نمیفهمه. اما بیشتر به نظر من دختر خانم ها در همون رنگ ها نکات ظریفی که هست بیشتر دقت میکنه. به نظر شما چگونه هست؟ بیشتر شاگردای من دخترها هستن، دخترایی که از صنف 7 به بالا هستن بیشتر ماشاءالله لایق هستن همگیشون. بله. خب خانم احمدی، شما به عنوان یک استاد و این مدتی که مشا شاگردای هم که در بخش دارین، در بخش نقاشی دقیقاً می‌خواین که با نقاشیتان تصویرهایی که می‌خواین نقاشی کنین بعد دیگه را چی بفهمانین؟ یعنی پیام شما چیه؟ از طریق نقاشی ها می‌خواین چی رو در مردم نشون بدین؟ ما نمی‌تونیم بعضی وقت صحبت کنیم و بگوییم یک چیزا. از این طرف ما بروز میتم تا از درون بعضی از نقاشی ها را که فعلا آورده نتونستم مگم انشاءالله با برنامه های بعدی انشاءالله میارم. انشاءالله. بسیار عالی. باش که کده راضیه جان هم صحبت کنیم. راضیه را کی بیشتر تشویق کرد که روبیا را به نقاشی کردن؟ مادر. مادر جان دک سپاسگزاری هم داشته باش خواهی از مادرت که واقعا همیشه وقت مادرها و پدرها در کل میتونه که فرزندانشان را حمایت خوبی کنن. مادرم همیشه پشت تو پرزمایه اشخیطا وقتی یک کار را که میخواییم کنم اشخیطا مانیم نمیشه. بله بسیار عالی. جا در سپاسگزاری کنیم از مادر راضیه جان که مشوق اصلی ایشان در این راه بوده. بسیار عالی. خوب است که از پلان و برنامه آینده هم صحبت داشته باشی راضیه، که دوست داری در آینده چه کاره شوی و با این نقاشی کردنت میخوایی چه خدمتی را برای کشورت انجام بدی؟ میخوایم اول خودم رسامی را که تمام کنم انشالله باز یک گالری میزنم. بسیار عالی. باز بخاطر مزید دخترها که همین تکوستاد باز ما درس میده، باز ما چند نفر دیگر مطلب. انشاءالله هدف بلندی داری. اگر تلاش کنی، عزم راسخ داشته باشی، کوشش کنی، طبعا که میتونی به تک تک اهدافت هم دست پیدا کنی. جناب استاد از شما هم میخوایم در اخیر پیامتان را بشنویم، اگر پیام و گفتنی باقی مانده باشه. پیام ما این است که برای دختر خانما که هیچ وقت مایوس نشون، انشاءالله تمام مکاتب باز میشن، این روزای سخت هم میگذره. بله بعد از هر تاریکی روشنایی هست. روشنی هست. خیلی سپاس از حضورتان، خرسند هستیم که امروز شما رو در برنامه داشتیم و صحبت های خیلی خوب داشتیم. تشکر از شما. ممنون شما.